این لایو رو از این گروه ابر پارلمان 10,000 ایرانی بیرون کشور دارم پخش میکنم. از اونجا این پخش داره میشه. و چرا راستش بخواید، خب این چند روز من سفر بودم، این رفته بودم ایتالیا، روم، از روم یه خورده اومدم اینجا مونشن یا مونیخ و طبیعیست فکر کنیم حوزه های گوناگون. یکیش بیشتر من میخوام پیوند بدم به این همیان عزیزمون، همیانمون که به هر حال، حالا من نمیدونم چه نامی بگذارم، به هر حال جانش از دست داد، اینجوری بگم که کم ابهام و بهتر یه مقدار مطلب رو بهتر میرسونه. بگم همیانی که جانش از دست داد سهیل اعرابی. میخوام درباره سهیل اعرابی چند نکته رو باز بگم و البته آمدم اینجا، من نمیدونم حالا این اینترنت من چقدر پروانه خواهد داد چون اینترنت وای فای نیست، ولی حالا هر جا دیگه تموم شد دیگه شما ببخشید. من این لایو رو اینجا بتونم بشینم یه مقدار بگم که اصلا، چون من برای سهیل اعرابی 4 بار 3 روز، یعنی یه روز حتی 2 بار رفتم، میخواستم ببینم اصلا این فرد داستان اون چیزهایی که به هر حال تئوری ها و اون نظریات اون تجربه ها اون چیزهایی که ما مجموعه اینها رو این چه اندازه پیوند داره و هرچی. و من رفتم زوم کردم روش، من بایستی ببینم این سهیل چطور تو آلمان تو شهر اسن میگن سکته کرده داستانش چیه. و خوب کشف کردم، پیدا کردم یا دریافتم و که داستان چیه. این واقعا این چیزی که میگن 3 روز تو خانه افتاد، هیچ کی اصلا نه ازش پرسید نه در زد نه فهمید، بعد حالا چطور شد تنها پلیس فهمید نه یک ایرانی، حالا همسایه هاش های تصادفاً چیزی دیدن یا چیز چی میگن غیرعادی دیدن که مثلا حالا هرچی. این مجموعه اینها رو کنار هم بگذاریم، سهیل اعرابی برای اینا دیگه میدانید دیگه، یه برادرش رو سال 88 جمهوری اسلامی تیر زد و 2 تا پسر بودند. خب مادر با 1000 امید خوشحال که بله من یه بچه‌م و یه پسرم و اوکی حالا تو آلمان هست جای امنی هست دیگه، به هر حال یه روزی برمیگرده یا حالا هش صحبت میکرد دلش باز میشد و حالا به هر حال مادر دیگه، مادر شوخی نیست که. و خیلی راحت سهیل اعرابی میگن که سکته کرده. خب من رفتم گفتم برم ببینم که واقعا این واقعیت داره، اصلا این سکتش از چه جنسه چی هست. این سکزان من این مجموعه این رو بگم، ایشون سکتانده شد همونجوری که یه سری خودکشی رو وادار میکنه، یعنی یه جوری خودکشانده میشون جمهوری اسلامی میتوان. حالا بذار من پیش خواهیم رفت که چطور ایشون سکتانده شد، سکته نکرد. سهیل اعرابی سکته نکرد در آلمان، در آلمان کسی سکته نمی کنه. حالا اینکه کسی سکته نمی کنه سخن دارم، نه اینکه حالا اون اصلا سخنم با آلمانیه که نیست، سخنم با یه جوون ایرانیه که با 1000 امید امید داره و برخوان هدف داره، برنامه داره، اومده ایجا برخوان. سکته او اصلا هیچ طبیعی نبود، نیست. یعنی مرگ سهیل اعرابی برادر زندیات سهراب اعرابی یک سکته غیر طبیعی،
خب حالا کیا این کار کرد؟ ببین من کل این داستان رو میتونم بگم که کشف کردم، چون وقت گذاشتم، گفتم بایستی ببینم داستان چیه. اون چیزایی که این همه من لایو گذاشتم، چه در این ابر پارلمان ده هزار ایرانی، چه در اینستاگرام، چه جاهای دیگر، یوتیوب و اینور اونور و دیگران، گفتن میخواستم یک به هر حال چند دهه تجربه و این همه مطالعه و فلان و غیر رو ببینیم داستان چیه. خب داستان این هست که ایشون میتوانه زنده باشه. سهیل عرابی، میگفتم دیگه، چیزی بودن من فکر کنم 20 سال از من جوانتر بود. خب سهیل عرابی میتونست خوشگل 50 سال دیگه زنده بمونه، سال و حال. اوکی، در چه صورت؟ در صورتی که یکی یا دو تا، یه گروه، یه جایی از این اپوزیسیون بیرون کشور یکم همکاری میکرد، یکم، زیادم نه، یکمی اگر این اپوزیسیون بیرون. و بسیار ساده تر براتون بگم، اگر سهل می آمد پاشو می زشت و این همین ابر پارلمان ده هزار ایرانی بیرون زنده می موند. الان زنده بود. سهل عرابی زنده بود. سهل عرابی 100%، به این من دارم 100% دیگه واژه ریاضی گونه میشه. من خودم یک تئوریسین و نظریه پرداز سیاسی هستم. من با دوستان انجمن مفنا یا انجمن مهندسان، فلسفه خوانها یا فرزانگان و نخبگان ایران، ما به هر حال چند سالی این گروه، این تیم، مجموعه که کوشیدیم کوچیک ولی خالص و ناب باشه. هنگامی که دارم این اندازه با اطمینان میگم که 100%، حالا اون استثناها مثلا ممکنه یه زلزله میومد توی اسم، چه میدونم، یه شما رو میمردن، اونا رو بذاریم کنار، یا مثلا تصادف، یا داریم یه قطار مثلا یه اتفاق، اونا رو بذاریم کنار، اون حوادث مثلا میگن غیر مترقبه، یا اونو بذاریم کنار، سهل زنده بود. اکنون یک وقتی من در لایو پیشین منو ببینید دیگه، آخرین لایو منو، من تو همین ابر پارلمان ده هزار ایرانی بیرون هست، اونجا هست، خب بیشتر توضیح دارم. من رسیدم خانه، یک لایو کاملتری باز میذارم، چون این سهل داستان داره. من بر سهل عرابی پس از این که رفتم چندی با شهر اسن و به یه جاهایی رسیدم، با یه کسانی صحبت کردم، جاهایی رفتم و چیزایی شنیدم، چیزایی دیدم، با چشم خودم، با گوش خودم شنیدم که اینا مهمه، بایستی با شما در میان بگذارم. و مهمتر از با شما، خیلی من رو شما که حساب نمی کنم، با برای تاریخ گفتم یه چیزایی که من میگم، یه برای 100 سال آینده ها که میبینن میگن راست میگفتم، فلانی اون موقع گفت. این اعایی که میبایستی مثلا 100 سال بعد حالا به شکلی، من امروز اینا رو دارم میگم، ولی اینکه یک ایرانی امروز متوجه نشه و نفهمه، این چیز طبیعی است. یه چیزایی رو یه کسایی میگن در زمان خودش، مردم اون زمان لیاقتشو ندارن، یا نمیفهمن، یا شعورشو ندارن، یا هر چی. بسیار بوده، ما از این دست پر شمار داریم. برای پورسینا بوده، برای گالیله بوده، برای کوپرنیک بوده، برای خب سقراط میبینید کشتن. این که یه چیز طبیعی است. خود نیچه هم گفته دیگه، 100 سال دیگه ممکنه پی ببره. خب ما کار آیندگان رو از این لحاظ که دیگه آیندگان راحت رجوع میکنن به همین لایو و همین
همین ها دیگه نیاز نیست، تعجب نمی کنن. منتها تنها اتفاقی که میفته آیندگان فوش میدن به شماها، به شما ایرانی های امروز. برای اولین بار یه کار عجیبی رو ما در انجمن مفنا انجام دادیم که ایرانی های امروز رو بیچارهشون کردیم. یعنی اینا یک گروهشون به ویژه گفتن، ما همیشه سخنمون از بالا به پایینه، میگیم ایرانی ها یه مثلث رو، یه کوه رو در نظر بگیری، یه مثلث رو، منتها اون نوکش اون بالا هست، ما از اون بالا میایم. برعکس من گفتم، امیر کبیر میگفت مردم مثلث، حالا اینو من دیگه بیشتر نمیخوام توضیح بدم چون وقت میگیره، من از اون بالایی ها دارم میگم، یعنی مردم آینده نفرین فوشه، اون چیزایی که الان شما به مغولا، به نو مسلمان ها که به ایران حمله کردن، این همه کشتن، تنفر دارید. ایرانیان آینده از روشنفکران امروز تنفر خواهند داشت. حالا نفرین فوش هر چی هست به ایرانی های امروز خواهند گفت. با دیدن این لایو های که خودم به حالا نمایندگی از انجمن مفنا میذارم و اینها، میگم بابا دیگه این چی بایستی مثلا ما میگفتیم؟ همه کیا مبران، کیا مثلا اوکی هم، به کیا نمیدن، استثناء نداریم. در درجه نخست اونایی که بیشتر میفهمن، کتاب نوشتن، شاعرن، اهل فلسفن، استاد دانشگان، یعنی اونایی که شما فکر میکنید خوبن، شما هایی فکر میکنید اینا اهل حالا شاید فکرن چیانو چیانو اینها، بذار من میخوام اینجا بشینم تا دنبال اینجا سایه بودم که اینجا یه مقدار آفتاب هست. اونجا جای خوب پیدا کنم که بتونم اینو بذارم که اینکه بهتر شد. خب داشتم میگفتم سهیل عرابی اگر اپوزیسیون جمهوری اسلامی، ایرانیان بیرون به جمهوری اسلامی کمک نمی‌کردن زنده بود. یا جور دیگه بگم، ایرانیان بیرون میتونستند، ایرانیان بیرون میتونستند کاری کنند که سهیل عرابی زنده باشه، همین اکنون، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه. خب میگن که دشمن هدفگیریش کوره، دوسته که خودیه که گرا میده دقیقاً کجاست، دقیقاً کجا رو بزن. در همه قتل‌ها، ترورها